سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان تلویزیون یک و برنامه مجلسا. و قبل از بسته خبری شرح کوتاهی داشتم در ارتباط به موضوع، امیدوارم که شما هم سهم خودتون رو در ارتباط به موضوع برنامه امروز و در کل در بحثمون داشته باشین. بحث ما در مورد وجود سگ‌های ولگرد در شهر است. شما هم اگر از این بابت اذیت هستین و یا که در محلتون البته آزار و اذیت می‌بینین از این بابت، پس می‌تونین تماس بگیرین و آدرس بدین و در ضمن ما می‌خوایم بدانیم که شهرداری چه برنامه‌ای دارن تا این دست از حیوانات را که بالاخره باعث اذیت و آزار مردم میشن جمع‌آوری کنن. خب سال‌های قبل چنانچه گزارش‌های متفاوتی از رسانه‌های متفاوتی نشر شد و همچنان البته در رسانه‌های چاپی و سایت‌های اجتماعی گفته شد، شهرداری معمولاً این سگ‌ها را عقیم می‌ساختن و بعدش البته برای که بر مردم اذیت یا در کل مزاحمت ایجاد نکنن این برنامه رو داشتن. و اینکه برنامه تازه چیست و در کل چه کار میخواین انجام بدن، نظر به اینکه مردم شکایت دارن از این بابت میخواین بدانیم. شما هم میتونه تماس بگیرین 0791-600-654-655 شما رو وصل میکنه داخل استودیو. جا داره که اینجا البته مهمان برنامه ما رو معرفی کنیم، جناب احمد بهزاد قیاسی رئیس تنظیف شهرداری کابل حضور دارن در کنار ما و حاضر شدن که در این مورد با ما بحث و صحبتای داشته باشن. جناب قیاسی ممنون که دعوتمون رو قبول کردین، خوش اومدید. صبح شما و صبح بینندگان تلویزیون یک بخیر. ممنون، تشکر. سراغ تماس ها میریم و اولین تماسی که وصل شده، سلام صبح شما بخیر. تشکر، بفرمایین اسمتون از کجا تماس گرفتین و صدا تلویزیون تارو لطفا پایین بیارین. نه امروز شما تقدیم میکنم. تشکر. آخر گل در رابطه موضوعی که امروزی تان که از سگ‌های ولگرد خیلی واقعا اذیت کننده است. ما در بلاک‌های سرای شمالی رو نکنی کنیم میشه و از طرف روز اصلا درآمده نمیتونیم و از طرف دیگر همچنان و شب هیچ خوابی نداریم. درست، شکایت شما گرفته شد، ممنون از اینکه تماس گرفتین، وقتتان بخیر. آقای قیاسی، امیدوارم در صحبت‌های اول بیننده‌ها را گیج نساخته باشم. یکی از بسایی که مردم را البته اذیت می‌کنه و جز از ناامنیا و حساب می‌آید بسای وجود سگ‌های ولگرد هست در شهر و به خصوص مردم ادعا داشتن که از طرف شب نمیتونن بیرون بیان چون احتمالی است که بالاخره گزیده شوند یا که اذیت شوند از طریق از طرف سگ‌ها و همچنان ادعایشانی بوده که بالاخره سر صدا بیشتر هست و ما نمیتونیم بخوابیم. در البته قسمت خیرخانه بیشتر دوستانمون پیام گذاشته بودن از تیمنی و قسمتی که تعمیر خود شهرداری موجود هست چارایی سرسبزی. ما میخواییم دقیقا در این ارتباط یک جزئیات عمومی و مختصر شما در ابتدا داشته باشیم. خب قسمی که شما اول گفتین، اول در نخست یک سگای ولگرد یک چالش هست در کابل و رای حل از این هم نیست که ما سگا را تمامش از بین ببریم. سگ ولگرد مشکل نیست، مشکل عمده که است مرضی که سگ دیوانه میگن یا رابیز میگن، او یک چالش بسیار عمده است. و در گذشته شهرولی کابل سگا را عقیم سازی یا واکسین نمیکرد، سگا توسط زهر از بین برده میشد یک اداره. خب اما گزارش هایی که بالاخره نشر شده، یعنی ادعایی رو داشتن شهرداری که ما اینا را عقیم میسازیم، پس شما میگین که زهر داده میشد. زهر داده میشد ولی برنامه به می هست که ما سگا را مکمل تمام ازی البته در سال 2016 از ناحیه اول تا ناحیه 16 شهر کابل تمام امی سگا نفوس شماری شده بود. نفوس ازی ما گرفتیم که تقریبا تا حدود 15420 سگ موجود، سگ ولگرد در شهر کابل، شهر کابل در 16 ناحیه، در 17 ناحیه شهر کابل موجود است و اثرات مرض رابیز یا مرض سگ دیوانه که معمول است ای دیده شده و باعث تلف شدن تقریبا بین 50 تا 60 هموطن ما سالهای گذشته در هر سال شده و از بین بردن سگا رای حل نیست. در هیچ نقطه دنیا سگای ولگرد از بین نمیبرند. به خاطر سگای خاصیت بسیار جالب به ای دارن که اگر ما اول امکانات از این نداریم که تمام سگای شهر کابل یک دم از بین ببریم و اگر ایده بلفرض اگر ما تمام از این یک دم از بین ببریم، پس دوباره چون سگا همیشه در حالت حرکت هستند یا از ولایت های مختلف یا از جای اطراف شهر کابل پس میان به داخل شهر کابل و دمیسه ها یا مستقر میشن. بنابراین اگر ما یار از بین ببریم رای حل نیست. بنابراین با شهرولی کابل همراه با یک اداره بین المللی به نام میهاو اینترنشنال امروز یک تفاهمنامه امضا کردند که در محتوای از تفاهمنامه ای است که سگ‌ها، سگای ولگرد تا ختم سال 2017
تقریبا 70% ازی واکسین میشه که ان شاء الله دی بس ما هم مرض سگ دیوانه را تحت کنترل میاریم، یه مرض رابیز و بعد از او در سال بعدی هم همچون واکسین ادامه داره بوده پالوی ازی در سال آینده اقیم سازی سر شده. این برنامه کی آغاز میشه در این برنامه ما قرار است که در آینده بسیار نزدیک یک هفته در روز یک تیم ما میره از ریاست تنظیف به کشور هندوستان میرن که اونجا اینمی واکسین کردن سگ ها را آموزش برشان داده میشه که به مدت تقریبا 10 روز یک ترنینگ است که بعد از گرفتن از این ترنینگ میاین در کابل و تقریبا ما 20 نفر داریم که روزانه به تعداد 50 سگ باید ما در ساحات مختلف شهر کابل باید واکسین بکنیم. خب پس گفتن که وجود خودشان چالش نیست ولی چالش وجود نیست. مریضیه که موجودیت مرض سگ دیوانه یک چالش است. چالش است. خب بس تماس پشت خط رو ببینیم کدام دوستمان هست. سلام صبح شما بخیر. بله صدای مرا دارین بفرمایین. آقای محمد تماس شما وصل شده. خب دوستمان صحبت نمی کردن. لطفاً زمان که تماس می گیرین وقتی تماستان وصل میشه لطفاً صحبتتون اگر صحبت داشته باشین مطرح کنین که فرصت برای دوستای دیگه هم که پشت خط هست برسه و در ضمن وقت برنامه ما هم ضایع نکنن. شماره تماس 0791-66-54-655. به صورت کلی اگر در این مورد دیدگاهی دارین با ما شریک بسازین. در ضمن اگر خودتون با این چالش روبرو هستین در منطقه و محلتون میشه تماس بگیرین و البته صحبتتون با جناب کرسی در میان بگذارین. گفتید که کارمندانتون یا یک گروه فرستاده میشه به هند و اونجا ترنینگ میبینن تا اینکه آموزش ببینن چطور واکسن کنن و اگر قرار باشه که بالاخره این برنامه آغاز شه و در چند ناحیه از شهر کابل شما مرکزایتون رو فعال میکنین و شروع میکنین این کار. خوب نفوس سگهای بلگرد از ناحیه اول تا ناحیه 17 زیاد است. بالاتر از 15000. بله تقریبا 15420 سگ موجود است. ما دائمی نواحی شروع میکنیم. معمولا در ساحاتی که نفوس زیاد باشه اوج غذای اضافی برشان انداخته میشه در سرکا که با سگا از او تغذیه میکنن. از همون خاطر است که نفوسشان یک اندازه زیادتر میشه و ما شروع را از همین شان ابدناهی شروع میکنیم. خب در کنار این واکسن اگر یک برنامه دیگه به من نمیفهم شما زیر دست دارین ندارین و یا تصمیم هست که بالاخره اینا یک در یک مرکز مشخص جمع آوری شون و یا اینکه یک برنامه دیگه که بتونه جلوگیری کنه از اینکه باعث آزار و اذیت مردم شون. تنها بحث مریضی سگ دیوانه نی بلکه اینا باعث آزار و اذیت هم میشن. چون در ابتدا هم گفتم مردم میگن که حالا ما نمیتونیم نصف شب بیرون شویم و یا اینکه شب خواب ندانیم به خاطر سر صدای اینا. خب تقاضای مردم دائم ای است و عرایض بسیار زیاد روزانه به ریاست تنظیف میایه که سگا باید از بین برده شون. متاسفانه اگر ما سگ در یک ساحه از بین ببریم مشکل از او ممکن برای یک روز یا دو روز حل میشه. بعد از او دوباره پس سگایی که در اطراف محلات نزدیک زندگی میکنن او ساحه توسط سگای دیگه میان تسخیر میشه که به از بین بردن مشکل حل نمیشه. بنابراین ما در قدم نخست واکسیناسیون سگ ها است. بعد از او اقیم سازی که ای کمک میکنه که ما مو داگ پاپولیشن منیجمنت یا مدیریت نفوس سگا را در شهر کابل بکنیم. نسلشان تا یک اندازه که هست به می حالت ما نگاه بکنیم و اگر یار از در قسمت از که یا اقیم سازی میشن تا ای که سگ به مو عمرش به حساب پوره میشه و میمره اجازه نمیده که سگای دیگه در ساحه جمع شوند. بنابراین سگ نباید از بین بره و بلکه نفوس از یا باید مدیریت شد. پس برنامه اقیم سازی بعد از برنامه واکسن هست. در قدم نخست برنامه بمی است که ما مکمل مرض رابیز از کابل گم بکنیم و بعد از او به تقیبش اقیم سازی سگا شروع شد. که البته یک برنامه یک اندازه میان مدت است، یعنی در کوتاه مدت واکسیناسیونش و بعد از او باز در برنامه میان مدت ما اقیم سازی سگ. بیشتر من تاکید میکنم روی بس جمع‌آوری و اینکه مردم چیکار میتونن با شما البته با همکاری شما انجام بدن. در این مورد هم صحبت می داشته باشیم. فردوس پشت خط است از کابل. فردوس جون سلام صحبت بخیر. علیکم سلام صبح شما بخیر. بفرمایید برادرم اگر صحبت دارین. ما اصلا خیرخانه تماس گرفتیم حسی سیوم و یعنی مشکل ما اینی است در سیف که این مرض سگ دیوانه در هر جای اما مشکل از مشکل اونده مردم همی هم یکی به خوابی از به حد اضافه کردن انگام خواب از ما خوریم در سرکت به حد زیاد از رمی سگا ایچی از سر و صدا میکنن جنگ میشن همه چیز تا دوزه یا پدشه یا فصله نمیمونن مخواب کنیم مشکل دیگه شیلیمی از اونده اضافه هستن در سرکت به حد زیاد
درست، تشکر. تشکر از اینکه خودت هم مشکلات در میان گذاشتی. در ارتباط با اینکه مردم میتونن چه همکاری با شما داشته باشن و در ضمن برای جمع‌آوری اینا، خب معمول است در کشورهای دیگه که حتی کشورهای همسایه‌مون، خب یک تعدادش میتونیم بگیم زیاد حساب نمی‌کنیم روی ایران و پاکستان، چون اونها هم این مشکل رو مثل ما دارن، ولی در حد کمترش. شما خواستتان از مردم چیست؟ خب تقاضای ما از مردم این است وقتی که زباله ها سگ دک ساحه میره مسکن گزین میشه که اونجا غذا باشه، یا زباله بیشتر باشه، زباله بیشتر باشه که البته در زباله غذا باشه، غذایی که بتونه سگا تغذیه کنن و در اونجا مسکن گزین شون. بنان خواهش ما از متانای ما بخصوص از شهری شهر کابل ما این است که غذایی که باقی میمونه او را پس دوباره در معالات عام نندازن، یعنی در لبای سرک نندازن، ساحاتی که مشخص شده برش زباله‌دانیای که است کوشش کنن به داخل زباله‌دانی بندازن و اینم تقریبا تا یک اندازه کمک میکنه که نفوسشان قدر زیاد نشه. خیلی خوب، در ارتباط به بحث واکسیناسیون یا در کل واکسین این مرض چقدر با وزارت صحت عام شما همکار هستید؟ خوب، در این برنامه چندین ادارات هست که همراه ما همکار است، اداره محیط زیست نیپا و وزارت صحت عامه، پانتون کابل، پانتون هرات و مسمه ها اینترنشنال هم همکار هستند. خیلی خوب، جناب مصطفی از ولایت پروان تماس گرفتن، نمیدونم چه سوال دارن. سلام، صبح شما بخیر، بفرمایید. بله، سلام علیکم خواهر عزیز. مصطفی از ولایت پروان گفتم، من فضا جوان داخل شهر از ده یک مشکلی هست که این کسان که مسافر میخواهم بشه میخواه بره از ولایت وزارت بخواه خورم جای سیفزیا خواستر کنه شهر داخل شهر از فضا جوانه مدامت میکنه و که تا یک تکسی بالاخره برای خود بگیره تا یک وسایل چیز پیدا کنه فضا دیوانه خیلی اذیت کنه، خصوصا طرف شهر داخل هر شهر داخل هر مثلا هرات یا فراه یا کابل هر شهر داخل ولایت هم خیلی برای مردم مدامت میکنه ولایت هر چیزی که مینه رو که کار دولت هست یا سگار یا گم کنه یا واکسین کنه بالاخره مردم خیلی مشکل پیشنه. تشکر، تشکر از اینکه مشکلتون را مطرح کردین. بحث ما مختص در مورد کابل هست، ولی خب این مشکل جدی تر است و اساسش هم بالاتر از اینکه ما در مورد صحبت میکنیم. دوستای من از قسمت های مختلف شهر کابل پیام گذاشتن در فیسبوک و همینطور در پیامگیر من، دوستای من در بخش تکنیکی یادآور میشن که اونا همچنان این مشکل را مطرح کردن که بالاخره در ناحیه‌های مختلف هم وجود داره. خب یک بحثی که جناب قیاسی هم ذکر کردن این بود که بالاخره ما میتونیم جلوگیری کنیم از وجود بیشترشان برای که بتونیم کنترل کنیم زباله‌های همون منطقه و یا محلمان را که در یک مکان درست و در کل در جای درستشون بریزیم. خب آقای ایوب هم پشت خط هستن، میخوایم تماس اونا را داشته باشیم و صحبت ها را ادامه میدیم. جناب ایوب سلام، صبحتان بخیر. سلام، بخیر باشین. شما بفرمایید صحبت و سوال اگر دارین. ما به ارتباط مهربانی هستم، صبح شما هم جناب بخیر. ما به ارتباط میسگای آیا بجار سگا تلویزیون تا پایین بیار. یعنی دوست ما که میگه که واکسین نشه وقتی که واکسین نشه مشکل اطفالی که مثلا به مکتب میرن سگای ولگرد به خصوص در دوره از دست وقت رو بیدره بودن سگای ولگرد، یعنی اطفال با مکتب رفتن بزنن از بابت همین ازدهام سگای ولگرد در منطقه و همچنان حتی به یک نانگاهی پشتنان وقتی یک طفل روان میتونید سگای ولگرد سرش اجازه نمیدن اینجا برون. این مشکل چطور میشه مثلا واکسینش که برطرف شد؟ ما از خودم در زمستان به چشم سر دیدیم مکسر یک طفل اطفال اشتاله از یعنی چنگ بگویم یا از دست این سگا خلاص کردیم در سایه نهای عبده. این مشکلات چطور میشه؟ واکسینش نجاش. تشکر، تشکر ایوب جان، ممنون از اینکه مشکل رم یاد بر شدی. خب در ارتباط صحبت هایی هم داشتیم، ولی باز هم جناب قیاسی اگر حرف داشتن بپردازن به سوال شما. یک سری موارد دیگه هم هست که بالاخره به عنوان یک چالش حساب میشه وجود همین سگای ولگرد و استفاده به نادرست. تعداد از معتادین هست، با چند گزارش هم داشتیم که سگ‌ها رو معتاد ساخته بودن و یا اینکه بالاخره مریضی های مختلف را انتقال دادن داخل شهر. ما میخوایم که به ادامه صحبت های ایوب از شما بپردازین که دقیقا با چه برنامه میخواین جلوگیری؟ خوب،
خب اگر یک مسئله که فکر کنم شما هم یک اندازه شایدش هستین در شهر که اول خود درست است که سگا مردم اذیت میکنن، ولی در پالوی از این مردم هم هستن که سگا را اذیت میکنن. شما اگر دیده باشین در اکثریت ساحات اطفال میرن گروپ گروپ جمع میشن با سگا همراه سنگا میزنن که خود از او باعث میشه که سگ ممو اصطلاح میانه اگر بگویم که ما قهر میسازن سگا را و دوباره پس مجبور هستن که چون از جان خود دفاع بکنن عکس العمل نشان میدن. بنابراین اگر تا اندازه میتونن که امرا با می سگای ولگرد قرض نگیرن مردم بگذارن، و خاصیت سگی است که اونمو غذای خود که پیدا کرد باز و میرن در مساحاتی که هستن میباشن، فقط از طرف شب میرن غذای خود پیدا میکنن و پس دوباره از طرف روز معمولا به ساحات میرن که قدر نباید اذیت شون. و طبعا یک تعداد هستن از هموطنهای ما که سگا را اذیت میکنن و دوباره پس مجبور که عکس العمل نشان بده، باعث از این میشه که همچو حادثه اتفاق بیفته. خب دوستمان ایوب عزیز، امیدوارم که جوابشون گرفته باشن. دوست دیگه پشت خط هست، سلام، صبح شما بخیر. صبح شما هم بخیر. بفرمایید برادرم اگر سوال دارین به یا دیدگاهه. تشکر، ممنون از اینکه تماس گرفتین، بفرمایید. اگر احیانا امکانش باشه یک چیز از کشورهایی که مثلا مانند مثل چین و این کشورات اگر شما این سگا را با اونا چی کنن؟ با اونا در تفاهم این سگا را با اونا انتقال بده اگر امکانش باشه. درست است، تشکر از اینکه تماس گرفتین، وقتتون بخیر. جناب کراسی، دوست من دیدگاهشان را شریک ساختنی که اگر امکانش باشه که خب خب نظریات هموطنان ما هستند، لیکن یک کار است که محال است، چون من بازم تکرار میکنم که اگر ما از یک ساحه سگ از جا انتقال بتیم یا سگ بکشیم دور بسازیم، او ساحه پس توسط سگایی که در اطراف ساحات است یا از بیرون میاین و ساحه را پس دوباره تسخیر میکنند. این حیوانات سگ ها به سایه خاصیت جالب دارن، اگر شما اگر یار از بین میبرید این بلفرز فکر کنیم که ما تمام سگای ولگرد در شهر کابل این تا یک هفته در روز دیگه از بین برده، شما شاید از این خواهد بودین که پس دوباره تا به یک ماه دو ماه آینده مطلق پس بیمه اینمی نفوس پس دوباره به جای خود میه، چون در سرک ها غذا هفت است موجود است، مردم و زبال هایی که مندازن داخلش غذا میباشه، زمینه را به این مساعد میسازه که سگای ولگرد پس دوباره بیاین، و ای که ما انتقال بتیم این سگا را بیرون از کشور ما فکر نکنیم یک رای منطقی باشه. درست، تماس پشت خط داریم، سلام، صبح شما بخیر. آقای خالد، تماستان وصل شده. متاسفانه دوستمان صدای ما رو نداشتن و یکی متوجه نبودن تماسشون وصل شده. یک وقفه میگیریم، بعد از وقفه دوباره برمیگردیم. بیننده عزیز، میتونه شما در بحث با ما شریک بشوزین، البته شریک باشین، و اگر مشکل دیگه هم دارین بیرون از بحثی که ما انتخاب کردیم وجود سگ‌های ولگرد در شهر و شکایت مردممان از این بابت، میتونین مشکل دیگه اگر دارین با جناب کیاسی در میان بگذارین، در صورتی که ارتباط بگیره با ریاست تنظیم شهرداری. فعلا یک من برنامه دوباره برمیگردم. بیننده‌ی عزیز، در ادامه برنامه با شما هستیم. امروز مهمان از البته شهرداری کابل داریم، جناب احمد بهزاد قیاسی، رئیس تنظیف شهرداری کابل هستن. شما اگر سوال دارین، دیدگاهی دارین در ارتباط به کارکرد شهرداری، و یا اینکه مشکلی اگر دارین که فکر می‌کنین برمیگردن به ریاست تنظیف شهرداری، پس اینجا با ما در میان بگذاریم، و بخصوص با جناب قیاسی. بحث اساسیمون و موضوع امروز ما در ارتباط به وجود یا افزایش سگ‌های ولگرد در شهر هست، که اخیراً البته آزار و اذیت مردم شدیدتر شده، و خب در بعضی موارد هم مردم اینا رو اذیت میکنن، چون که قبل از وقفه هم ما در این مورد صحبت کردیم که تعداد از سگ ها را معتاد ساختن، و یایی که بعض استفاده های دیگه هم صورت گرفته. به صورت کلی ما میخوایم در این مورد این پدیده و این چالش صحبت کنیم در اجتماعی افغانستان و بخصوص جامعه کابل. شما مگر سوال، دیدگاه و نظر دارین، پس با ما در میان بگذارین. جناب خالد از خیرخانه پشت خط هستن، سلام، صبح شما بخیر. خب فکر کنم تماس خالد قطع شده و تماس دیگه پشت خط است. برادر عزیز، اگر صدای مرا دارین بفرمایین. بله، سلام، صبح شما بخیر، از کجا تماس گرفتین؟ بفرمایین.
سلام صبح شما بخیر. ما رفیع الله هستم از دشت بخشی تماس گرفتیم. رفیع الله از دشت بخشی بفرما برادرم، دیدگاه اگر داریم. سلام خواهد تقدیم کنم خدمت شما و خدمت میمان بزرگوار شما. تشکر، زنده باشین، بفرمین. ما سوالی که داشتم از رئیس رمی بوده که ما گفتم شما با بانه واکسین و با بانه اقلیمسازی همی سگاه ولگرد قرار است که میلیارد ها دلار به مصرف برسانیم. آیا همی سگاه از شمی دلار که میلیارد ها دلار سر دینا سرمایه داری شوید مصرف شود؟ دلاری که سربازای ما دخط اول جبه همال از نبود مواد غذایی و اسلحه و چیز رنگ میبرند و ما شان به وقت زمانش نمیرسند. خب پس نظر شما چی است؟ نظر من است که خوچه را همینا رو مستقیم از بای نمیبرند که برای من برای خود مردم درد سر از هم میلیون ها دلار گفتم ترزی ما چی رو سر نمیزد؟ دلاری که دوها دفعه همین سرمایه مصرف شده و هایکومین شده و یک کس هم یه جواب از این نگرفت. خب. فایده هم نکرده برای دوال دینا. فکر میکنین کشتنشان بهترین راه حل خواهد بود ها؟ بله دیگه، حالا مثل که سر معتادا مصرف میشه، از یک طرف مصرف میشه، پول میلیون ها دلار مصرف میشه، روز هم پس میرین پس در زیر پول و پس در مواد مخدر کشتر مواد مخدر شروع میکنن. پس اگر مقایسه کنیم، دیدگاه شما این است که بس معتادان هم یا کسایی که معتاد هستن به مواد مخدر اونا هم باید کشته شون، درست است؟ والا کشته شدن از روح باست از ما به هم سوی انسان است، ولی همین سگار هم میگه ما میلیون ها دلار ازش داره که سر از این مصرف شود. درست است. در ارتباط به این جزء سوالت حتما جناب قیاسی صحبتشان رو میداشته باشن. تشکر، وقتتان بخیر. تشکر، شما زنده باشید. سلامت باشید. جناب قیاسی، مورد خوب اشاره کردن، اگر جزئیات شما بنای کنن که قرار است چه مقدار پول هزینه شوه. البته گفتن که به همکاری کمپانی مشخص که مسئله دقیقاً البته به ذهنم نیست، اما سوال دوستمونم جالب بود. خوب، متدی که فعلا ما به کار میبریم که به حساب زهر دادن سگا است، این به مراتب قیمت تر از و یک در حال حاضر این متد ادامه داره؟ نه، این متد ما از گذشته بوده. از گذشته بوده. این به مراتب قیمت تر بود و به مراتب خطرناک تر، هم به کسانی که همچون کار میکردن. تقریبا ما از ریاست تنظیف دو نفر از کارگرای ما لمیرا کشته شدن، چون دستشان ملوث شده بود وقتی که غذا خوردن، به تعقیبش یا کشته شدن. و از بین بردن سگا توسط زهر به مراتب قیمت تر است از واکسیناسیونشان کرده. واکسین کردن سگا پول هنگفت کار نداره و دوست ما که میگن که به میلیارد ها دلار است، من فکر نکنم از 200 تا 300 هزار دلار بالاتر این پروژه مصرف نداره که توسط مؤسسه میهاو اینترنشنال که یک مؤسسه انگلیسی است توسط از وا پرداخت میشه. و از بین بردن سگا وقتی که گفتیم که قیمتش به اندازه به واکسین سازی واکسین کردن سگ ها زیادتر است و این مشکلات دیگه هم به بار میاره که محیط ملوث میسازه، حیوانات دیگه مثل پرنده ها، حیوانات دیگه گوشت خوری که هستن بعد از یکی سگی که به حساب زهر داده شد، گوشت ازوره که میرن وقتی که میخورن باقی مانده جسدش، او خودش پس دوباره مرض زیاد میکنه، مرض ربیز زیاد میکنه و یعنی تاثیرات از او بالای محیط و در کل بالای شهر به مراتب زیادتر است و به مراتب قیمتر تمام میشه که مردم مستقیما تاثیرش را نمیبینن. ولی اینکه مثلا یک نفری که توسط یک سگ دیوانه گزیده میشه، او واکسینای بسیار قیمتی هست که باید برن به خود بگیرن تا اینکه پس دوباره صحت یافت شه. مدت زمان کمتره، حدود بله. یک ماه در غیر از بله. البته اگر از یک ماه بگذره جانشان از دست میدن. بله. جناب علیرضا پشت خط هستن. سلام، صبح شما بخیر. سلام خدمت شما و خدمت مهمان گرامیتان. صحبت های جناب قیاسی را من شنیدم، یا گفتن که ما صدای را واکسین میکنیم و بعد یا گفتن که ما یا را چی میکنیم اکسین میسازیم. مسئله آزار و اذیت و جبجب و اذیت و شبها مانی خواب مردم نیست، یک طرف قضیه و طرف قضیه دوم که جناب قیاسی متذکر شدن، گفتن که از طرف مردم برای آزار رسانده میشه. ما خودم صد زمان که از را عبور میکنم در حدود 5 یا 6 سال مرا بسیار مزاحمت میکنن و بلی جواب سوال مرا با دلایل منطقی بتن، نه توجیه های سلیقه‌ای. آیا در سایر جهانی مشکل نبود را به صورت کل از بین بردن؟ یا میگن غیر ممکن است ما به صورت کل از بین ببریم؟ غیر ممکن نیست. یک قناعت کنید که پولها هایکومن شده و ما ظرفیت نداریم. اینجا خوزابل نیست که مشکل امنیتی باشه یا هلمند باشه که مشکل امنیتی باشه بگر مناطق طالبان سگایی جنه چون سگا از بین برده نمیشه. اگر یک نفر یک سفر یک سفر سگایی که مستر میه بسیار آزار از یک سیگن به چشم خود مدیرم سوش که برادر ما
که یک کارگر عادی بود سیر رو چه دوره با موتر سیل سفر کردن و بسیار سخت مجبور شد و مجبور نیدی که دسته نفر ایسایی کمپنی موتر سیلیسی ها در قسمت نایه پنجم و این موتر سیلیسی ها یک پناهگاه بسیار خوب برای انجام شده و زمانی که یک فرد ایزه میخواه رو بود کنه به صورت ناگهانی بالا که 5 یا 10 تا سنگ حمله میکنه و اگر یک فرد مریض نداشته با امکانات اقتصادی سم از پیاده مریض به خودت بره به بسیار مشکل روبرو میشه. دقیقاً در کدام منطقه علی رضا امی مشکلی که گفتی در کدام منطقه است؟ آدرس دقیقش؟ ناحیه پنجم کمپنی. ناحیه پنجم. درست است. تشکر. تشکر از سوالتونم و از دیدگاهتونم. حتما جناب قیاسی در مورد صحبتش خانم می داشته باشه. خب فعلا پروسه اقیم‌سازی هم البته تعطیل هست و پروسه واکسین هم و پروسه زردهی هم. بله. پس با چه برنامه‌ای می‌خواید در حال حاضر جلوی این مشکل بگیرین تا زمانی که بالاخره تیم شما ترنینگ می‌بینن برای واکسیناسیون و یا اینکه اقیم‌سازی و یک سری خوب ترنینگ از یاد تقریبا تا 2 یا 3 هفته دیگه پس برمیگردن به کشور که انشالله باز ما واکسیناسیون از یاد شروع میکنیم و دوست ما گفتن که از نایه پنجم که ظرفیت موجود نیست و پولا هایف مایل میشه ما برای دوست ما میگیم که الحمدلله ظرفیت موجود هست و ما دنبال رای حل هستیم که به شکل دوامداری مشکل حل شود. هستن مملکت هایی که همچون یک تجربه دارن و خود کابل هم شامل اوزنمو جایی هست که البته در گذشته ها همچون برنامه بود که تمام سگای شهر کابل از بین برده شد. بله مثل که ایران هم اخیراً همین کار انجام دادن. بله. و تمامی سگایی که در کلان شهرشان بود از بین برده. لیکن اون مشکل حل نمیکنه. مثلا ما بریم با مملکت هایی که با همچون مشکل مواجه بودن. استانبول یکی از نمونه های بسیار خوبش است. شما وقتی که به استانبول میرین سگا رو تمامش میبینین که در گوش هایشان یک تگ زدگی است. به این معنی که اون سگا مکملا واکسین شدن، اقیم سازی شده و دیگه خطر نیست. و بعد از اینکه سگا اقیم سازی میشه و هم خوی خاصیت درندگی که دارن یک اندازه پایینتر و حلیم و عاجزتر میشن. بنان و چندین جای دیگه هست، مثلا در شهر ناگپور هندوستان در جاکارتا اندونزیا همچو تجربه دارن که سگا رو کلش از بین بردن ولی مشکل حل نکردن. مشکل از بین بردن از بین بردن از بین مشکل از بین نمیره. سگا باید واکسین شوه و نفوس سگ باید مدیریت شوه. خب اگر من یک مورد که فراموش نشه قرار باشه که برنامه شروع شه حالا 2 هفته بعد 3 هفته بعد فکر میکنین با این رقمی که شما فقط از تانایی هفته هم گفتین که چند نایه بود؟ 7 نایه درست است؟ 7 نایه دقیقاً چه مدت زمان را در بر میگیره و بقیه ناحیه‌های دیگر؟ چون ما نفوس اکثریت نفوس در این 7 نایه شهر کابل است که تقریبا نزدیک به بین 3.5 تا 4 میلیون نفوس ما در 7 نواحی داریم و مشکلات زیاد هم در این نواحی است. نواحی مثلا 18 19 20 و 21 و 22 ما اونقدر مشکل نداره چون ساحاتشون بسیار زیاد کلان است و اوج مشکلات سگای بلگرد اونقدر زیاد جدی نیست. ولی این به این معنی نیست که ما به اون نواحی هم رسیدگی کردن نمیتونیم ولی تا ختم سال 2017 برنامه بمی است که اکثریت مطلقشان یعنی تا 70% پلان است که ما واکسین بکنیم و کوشش بمی است که مرض سگ دیوانه را از بین ببریم چون یک مشکل است که هموطنان ما قنا نمیفهمند. مشکل در خود سگا نیست، مشکل دست مرض سگ دیوانه است. اگر صورتی که این مرض نداشته باشن آزار و اذیت مردم نمیشن سگا. اونم مرض سگ دیوانه هست که سگ مردم اونم میرن میگزن و باعث جنجالای بعدیش است که ما شما میفهمیم. تشکر جناب الجوزه، امیدوارم جواب جناب قیاسی برای شما قناعت بخش بوده باشه. جناب استاد عمر پشت خط است. لمر سلام، صبح شما بخیر. بله سلام علیکم، چلوی بخیر، شبتون خوب است؟ تشکر. آقای لمر بفرماین سوال اگر دارین، دیدگاهی دارین بفرماین. ببخشید ریمر هستم از چهار نوی کابل زمتون دارم. تشکر، زنده باشین، بفرماین. چیز همین درباره برنامه شما درباره سگا بود نه؟ آها، وجود سگهای بلگرد و یا افزایش این سگها. سرک 6 و 5 تایمانی نه ما زندگی سرک 6 نمیتونیم. من سگایی که میگوید بسیار زیاد شده و باعث آزار و اذیت تیفلا که مکتب میروه و شاگرده خرد و کلانی که میروه چند روز پیشتر یک شاگرد همین قسم گرفت همین سگهای دیوانه بسیار آزار و اذیت میتونه همین شاگرده را از دست تایمانی سرک 5 و 6 تایمانی. درست است، تشکر از اینکه البته مشکلتون رو در میارید. امکان داره که در هر سعی کابل کرده ایجا زیادتر باشه. درست است، تشکر.
خب فکر میکنم به اندازه کافی در این مورد صحبت با بیننده عزیز شریک ساخته شد و حرفهای هم زده شد. پس ما منتظر همی برنامه به این پروسه واکسینش میباشیم و همینطور بحث برنامه یقین سازی. حتما باز این برنامه که آغاز شد ما شما رو در برنامه خواهیم داشت و البته آدرس هایی از بیننده هم خواهیم گرفت و مشکلاتشان رو. حالا اگر بهتر باشه و شما موافق باشین در ارتباط به سپردن بست تنظیفی به سکتور خصوصی صحبت کنیم که چقدر کارش پیش رفته جناب قیاسی و برنامه‌تون چقدر عملی شده؟ خوب سپردن پنج نایه به سکتور خصوصی ما کارایش تقریبا تکمیل است که تا یک هفته یا دو هفته آینده به اداره تدارکات ملی سپرده میشه که بعد از او باز یک پروسه تدارکاتی هست که تا یکی باز ما هم شرکت برنده را انتخاب بکنیم. ولی در پالوی ازی ما تقریبا نزدیک به 70-80% با سایت تنظیف پس دوباره فعال کردیم و سایتی که مقدار زیاد زباله را انتقال میده و سر از روز شنبه ما حشرهای زونی که برای هر ناحیه یک روز بعد بین 10-15 وسایت تناش بلند برشان داده میشه تا اینکه ما یک مقدار زیاد زباله ها را انتقال بده. این در همکاری با مردم است یا تنها تیم خودتانی کار میکنه؟ فقط خود کار ریاست تنظیف است. و ناحیه ها را گفتن سر از روز شنبه کار سر از روز شنبه شروع میشه. خیلی خوب. شهر کابل ما با 4 زون تقسیم کردیم، زون شمال، زون مرکز، زون شرق و زون غرب که وسایت تقسیم کردیم میکنیم به این 3 زون و هر روز تقریبا بین 2-3 ناحیه زیر پوشش قرار میگیره و تقریبا بین 8-10 اراده وسایت تناش بلند اونجا میرن. در پلوی وسایتی که خود همون ناحیه داره کمکی برشان میرن و زباله ها را از همون نقاط فکر میگیم چقدر نتیجه خواهد داد؟ چون هوا گرمتر شده میره و زباله ها هم بیشتر هست. بله. احتمال هر مرضی هست و احتمال وقوع هر بیماریه. فکر میکنیم میتونه کمک کنه برای که حداقل مقدار زباله ها کم شده؟ 100% مقدار زیاد زباله ها را ما میتونیم که کم بکنیم. و یک بس دیگه که جناب قیاسی مطرح شده بس ای که خود شما این زباله ها را تخلیه میکنن. بله. فکر کنم دو موقعیت فعلا در حال حاضر دارین، درست است؟ یک آدرس دقیقش به ذهنم نیست. یکی ریاست خود تنظیف است که ما تخلیه میگیریم. بله، در کنار از او یک دشت دیگه هست فکر کنم گزک میگن، یک ساحه است که در گزک دوم در ناحیه 22 شهر کابل موقعیت داره و مرکز تخلیه عمومی زباله های ماست، محل دفن برای میتونه. بر علاوه این تصمیم دارین جای دیگه یا مرکز دیگه ای هم داشته باشین تحت کنترل و یک بتونین زباله ها رو اونجا تخلیه کنین که به دور از موقعیت یا خانه های مسکونی باشه؟ خوب برنامه به می هست که ما پلان به می هست که ما 4 مرکز ترانسفر استیشن یا مراکز تخلیه موقت زباله ها را ایجاد بکنیم در شهر کابل. البته وسایت ما یک اندازه کمتر از بنان ما رسیدگی کردن میتونیم با این مراکز تخلیه. فعلا ما یک مرکز تخلیه که داخل خود ریاست تنظیف است که ما از طرف شب بارگیری میکنیم و از طرف روز دوباره پس انتقال داده میشه. 2 ساحه دیگر هم پیدا کردیم که یکی در قسمت ناحیه 9 و در ناحیه 16 است، ولی نظر به کمبود وسایلی که ما داریم ما نمیتونیم که به اون ساحات رسیدگی کنیم. البته در اون ساحات ما تا به حال کار شروع نکردیم، فقط در یک نقطه مرکز تخلیه داریم که داخل خود ریاست تنظیف است. تشکر. خب تماس پشت خط داریم. سلام، صبح شما بخیر. آقای عمل تماس شما وصل شده. خب جناب محمد عیسی، ممنون از اینکه تماس گرفتیم. تماس شما حالا وصل شده، بفرمایید صحبت و سوالی اگر داره. صدای من از طریق تلویزیون دارن. همکارای عزیز اگر لطف کنه تماس شون قطع کنن و جناب قیاسی یک میان برنامه کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم. حدود 10-11 دقیقه از برنامه باقی مونده. اگر سوال دارین، دیدگاه دارین، مشکل دارین که فکر میکنین برمیگرده به ریاست تنظیف شهرداری کابل، جناب احمد بهزاد قیاسی رئیس تنظیف شهرداری کابل اینجا حضور پیدا کردن. بس میتونن مشکلتون رو در میون بگذارن. 0791 300 654. خب در کنار 655 دو شماره تماس است که بگونه زنده شما رو وصل میکنه. ولی بحث اساسی ما در مورد وجود و یا افزایش سگ‌های ولگرد در شهر کابل هست. بعد از میان برنامه برمیگردیم. بین
بیننده برنامه مجلس صبح از تلویزیون یک هستین. پس امروز ما در ارتباط به افزایش سگ‌های بلگرد و یا وجود سگ‌های بلگرد در شهر هست و مهمان برنامه ما جناب احمد بهزاد قیاسی، رئیس تنظیف شهرداری کابل هست. بابت لکنت زبان که امروز خیلی بیش از حد شده، ما معذرت می‌خوایم، پوزش می‌خوایم، ولی خب ادامه داره برنامه همچنان تا راست ساعت 10. تماس پشت خط رو ببینیم کدام دوستمون هست و حرف و صحبتشان چی. سلام، صبح شما بخیر. تشکر جناب صادق که تماس گرفتن. بفرمایید اگر در ارتباط به موضوع برنامه صحبت دارین و یا بیرون از موضوع اگر صحبت و سوال دارین شریک بسازین. تشکر کردم. سلام خدمت شما مهمان محترم. تشکر. ما هم از نوعی سبزگرد مشکلات داشتیم در سرک سیدایی خلیص اطلاع. نگه از مهمان تون یک سوال داشتم که حرفایی که میزنم روی کاغذ است در آفتاب میمونم با مقابل قدیم یک مجاوری یخ میشم در آفتاب میمونم در سرک سیدایی خلیص اطلاع یک دوران چوب است از بیزینر ساختمانی کامل از طرف شب پینش ساعت هشت شب سگای اینا تعداد سگ خیلی زیاد است که چون گدام چون هستم اونجا پناه گرفتن دیگه هیچ کس من تا حالا خب ندیدم کدام اقدام کرده باشم یا طرف سوال کدام نفر نزده باشم اونجا آمده باشم مشکل مردم حل کرد ساعت یازده شب باور به خدا کنیم که اصلا ما چشم به خواب نمیتونیم بخوریم خیلی اذیت هستیم خیلی خیلی اذیت هستیم نزدیک مسجد محمد رضا سرک تلزام قلعه خطلا همین گدام ساختمانی هم که از اگه دینر از بنام ماما جان. خب تشکر سعادت عزیز. مشکل خودت هم مثل دیگه همشهریان و دیگه دوستان ما که تماس گرفته بودن عین چیز بود و جناب قیاسی اگر به دوستمانی که صحبت داشته باشین که دل جمع شون. خب با قبلا هم یادآور شدم در حال حاضر هیچ برنامه شهرداری نداره، نه برای اقیم سازی، نه برای واکسین و نه برای زردهی، ولی برنامه واکسینش شاید یک مدت بعد آغاز شود چنانچه جناب قیاسی هم یادآور شد و دوستایی که تماس میگیرن با در نظر داشت این صحبت ها که ما قبل از این در برنامه داشتیم سوالشان رو مطرح کنن. خب من فکر کنم که به اندازه کافی در قسمت سگای بلگرد گفتگو کردیم و بیاین که بعض خبرهای خوشی که ریاست تنظیف اتفاق افتیده از او همشهریان ما را آگاه بسازیم. ما از طریق برنامه ملل متحد برنامه کلین اند گرین سیتی که شهر پاک و سبز بود ناحیه اول، دوم، چهارم و دهم از زیر پوشش قرار دادیم که تقریبا کارمندای تنظیفاتی ما ایجاد دوچند شده و خوشبختانه یک بهبود در وضعیت از این چهار ناحیه رونما شده. سرکاشان نسبتا پاکتر، جاروکشی سرکا به موقع صورت میگیره، یک قسمت زیادی از جویها را ما تانستیم که پاک بکنیم و در قسمت جمع‌آوری زباله ها انبارهایی که از سالها به این طرف در هر طرف مانده بود و از یاد همه رفته بود و انبارها را ما یک قسمتش جمع‌آوری کردیم و البته انشالله با این حشره که قرار است از روز شنبه شروع بکنیم ما یک قسمت زیاد از این انبارهایی که از سالها به این طرف بود ما این انشالله که پاکاری میکنیم. این یک مورد خوب بود و در پالوی از این در قسمت زیباسازی خود سرک ها ممکن تا دو یا سه هفته آینده امی سرکایی که شما در شهر کابل به خصوص در چهار ناحیه که پیشتر براتون گفتم ناحیه اول، دوم، چهارم و دهم لبای سرک رنگومیزی میشه منظم با علائم ترافیکی توسط ریاست تنظیف و ملل متحد برنامه پروژه امی کلین اند گرین سیتی که یک اندازه نمای شهر قرار است که ما تغییر بدیم در آینده بسیار نزدیک. خیلی خوب، پس دو مورد خوب بود که میتونیم خیلی روش حساب کنیم و امیدوارم میرنده عزیزم یا مردم عزیزم مد نظر بگیرن. رنگ میشه و یا بگم که پاکسازی میشه ولی دوباره کثیف میشه. خب طبعا بس شهر نشینی یک مسئله خیلی مهم هست که بالاخره باید همه ما در نظر بگیریم. مورد خوب شد بس شهر نشینی، بس اطلاع رسانی با یا آگاهی یک مورد مهمتر هست. بله. خب شاید کسایی که در کابل زندگی میکنن این مورد بفهمن ولی باز هم نتونن رعایت کنن. اما برنامه شما یا کدام برنامه هست در این مورد که خوشبخت کمک کنه برای خود شما که زباله ها رو کمتر البته در شهر ببینید؟ خوشبختانه از طریق این برنامه کلین اند گرین سیتی ما یا شهر پاک سبز ما آگاهی دهی خانه به خانه را شروع کردیم. از ناحیه دوم عملا کار جریان داره که یک گروه از خانما را که از طریق از این برنامه ما استفاده کردیم روزانه به طور اسد بین 50 تا 100 خانه را میرن و با خانمایی که در خانه ها زندگی میکنن را از و گپ میزنن که چطور زباله های خود
یا کنترل بکنن و چطور میتونن که زباله ها را داخل خریده ها بسته بکنن وقتی که خلاص میشه به حساب پلاستیک سر پلاستیک دوباره بسته شه و به مساحاتی که در نظر گرفته شده در اون ساحه انتقال بده. پس این هم جز از برنامه هست. بله. که عملا ما ایره ما شروع کردیم و ایره ان شاء الله هر ناحیه که زیر پوشش از این برنامه میای ما در اون ناحیه نمایی کار کنیم. خیلی کوتاه در مورد افزایش دستمزد کارگرای تنظیف صحبت کنین. دوستان منتظر هستن و پایان برنامه هم هست، فقط بگین که آیا بلند رفته نرفته و یا شما اقدام خواهید کرد در این مورد یا نه؟ ما اقدام کردیم ولی بلند تا به حال نرفته، ولی یک هیئت تشکیل شده از شورای کابل که این موضوع را بررسی میکنن و انشالله نظر به عوایدی که ما جمع آوری کردیم امیدواری هست که تا یک اندازه بتونیم ماشاءالله زیرا بلند ببریم. تشکر جناب گوزی از اینکه در برنامه من حضور پیدا کرده. سپاس از شما بیننده عزیزی که بیننده برنامه مجلس صبح بودین. وقتتون بخیر و در پایان برنامه امروز آخر هفته هم هست. آخر هفته خوب داشته باشین، یعنی جمعه، و اساس زندگی انسانیت.